سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه امروز در یک سخنرانی تلویزیونی گفت همکاران آمریکایی ما هنوز ترجیح می‌دهند رهبری اوکراین را به مسیر مقابله و برخورد سوق دهند، در حالی که امکان حل بحران اوکراین بیشتر خواهد بود اگر موضوع فقط به روسیه و اروپا واگذار شود. این موضع‌گیری یک روز پس از نشست اتحادیه اروپا صورت می‌گیرد. اتحادیه اروپا روز جمعه تصمیم گرفت تحریم‌های جدید علیه روسیه را فوراً به اجرا نگذارد. در عوض به مسکو و طرفداران روسیه در شرق اوکراین تا روز دوشنبه فرصت دهند تا شاید بتوانند گامی در جهت بهبود اوضاع بردارند. از جمله شروط رهبران اتحادیه اروپا برای تأخیر در اعمال تحریم‌های جدید آزادی همه اسرا، عقب نشینی از پاسگاه‌های مرزی، موافقت با یک آتش‌بس قابل نظارت و تایید و انجام گفتگوهای مؤثر است. اوکراین روز جمعه توافقنامه جنجالی تجارت آزاد با اتحادیه اروپا را امضا کرد. توافقنامه‌ای که ویکتور یانوکوویچ، رئیس جمهوری پیشین اوکراین، سالها از امضای آن خودداری کرده بود و به خونریزی‌ها و بحران سیاسی عمیقی منتهی شد که در 7 ماه گذشته جهان شاهد آن بوده است. اینترفاکس خبرگزاری رسمی روسیه امروز به نقل از وزیر دفاع روسیه گفت فضای عمومی شرق اوکراین در حال حاضر آرام به نظر می رسد. در چند ساعت گذشته تلفاتی وجود نداشته و گهگاه صدای تیراندازی های پراکنده شنیده می شود. سرگئی لاوروف تصدیق کرده که روسیه در اوکراین نفوذ دارد. می گوید آزادی 4 ناظر سازمان امنیت و همکاری اروپا با وساطت روسیه انجام گرفته، اما مدعی است این نفوذ محدود است. 4 ناظر دیگر سازمان امنیت و همکاری اروپا هنوز در اسارت جدایی طلبان طرفدار روسیه اند، اما رهبر جدایی طلبان قول داده در چند روز آینده آنها آزاد شوند. در این حال وزیر اقتصاد روسیه امروز گفت تحریم‌های غرب تأثیر جدی بر اقتصاد راکد روسیه خواهد گذاشت و اوکراین با توجه به شکست مذاکرات مربوط به بدهی‌های معوقه اش به روسیه و قطع جریان گاز از طرف گازپروم تصمیم گرفته خود دست به کار تولید گاز مصرفی اش شود. اوکراین بابت معاملات قبلی اش حدود 4 میلیارد و 500 میلیون دلار به روسیه بدهکار است. پروانه هدایت، صدای آمریکا.